بادی. نه نه. من اگه پسر بودم که فکر کنم نصف دختر شهر آشور هم برده یه میگم تطابق که این شون باید بره طرف رو شما... همه خیلی سوالشن که من آیا با نیکی رابطه سکسی داشتم اسمش که تنگ بازی نیست اینه که وقتی شما رو من نمیشناسم با یک قرنیزم با پسر بشه بشم من اینطوری هم من هر باش نشستم یعنی من جیجی هم جیجی تو بد جیجی جیجیه 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 زند دست داده پتیاره هم هست دازه خیلی خوبه دوسته خوبی دارم من این گود بیدو خب به من بگو به نظر نه به نظر نه یعنی برای نیکی بهترین دیت اول چیه یعنی اگه مثلا تو فکر میکنی خودت یه پسر بودی میخواستی این کار واسه خودت بکنی چی رو پلان میکردی که پشما طرف بریزه اوکی okay. <laughs> من اگه پسر بودم که فکر کنم نصف دختر شهر رو عاشق خودم کرده بودم خب بس بگو اونی که میگی نصف دختر رو عاشق کنی بگو الان به ما یاد بده که سیستمش چیه بهترین کاری که مثلا میخواد دختر بازی کنیم چه جوریه نمیدونم ولی کانفیدنس خب یه چیزیه که تو تو اون آدم وقتی میبینی هر جوره باشه سکسی حالا نسبت به کارش باشه نسبت به نالجش باشه نسبت این باشه که چجوری تو رو, رو, اپروچ میکنه به نظر من این یه چیزیه که ناخداغا دیگه اصلا این معقوله که حالا قیافه یارو اون شکلیه حالا شغلش یا حالا با چه ماشینی اومد دنبالت میبره چون اون کانفیدنسه یه جوری برای تو میگیرته واسه من که این جوریه که میخوام هی بیشتر یارو بشناسم بدونم راجبش و این خیلی چه اینم به کانفیدنس که باید مثلا اگر چون مثل اینکه اپرنتی من نمیدونم مثل, مثل که کانفیدنس من بالاست خیلی, خیلی با من میگن که تو چرا انقدر کانفیدنس رو از کجا میری خیلی از مسیجایی که بهم هم میزنن توی اینستاگرام بهم میگن که چه جوری کانفیدنس شدی چه جوری اینقدر ازم میپرسن و من هیچوقت نمیفهمم که من چی دارم و واقعا نمیفهمم کانفیدنس یعنی چی معنیش چیه من اگه مثلا مگه بگم من سر کار میکنم این کانفیدنس نیست پس من بگم من خیلی خفن کنم چه جوری من احساس میکنم که آدمایی که تو هم جز اون آدما هستی آدمایی که به یه خودشناسی از خودشون رسیدن و یه ام. ذره به خودشون حتی میدونن و میدونی راجب اخلاقی یا راجب اینکه تو چی خوشحالت میکنه الان این کته خوشحالت میکنه یا الان با تو شلوارک باشه شلوار بلند و نه آخرش بهتون نشون میدم من با چه چیز دیل میکردم ولی فعلا هستی <applause> به نظر من اون خیلی چیزیه که تو باعث میشه وقتی به اون خودشناسی برسی ناخداگاه اون یه جوری اون کانفیدنس تو به وجود میاد و کانفیدنس یه چیزی مثل یه انرژی من احساس میکنم هستش که ناخداگاه هر کسی که باهات داره معاشرت میکنه اینو میفهمه و واقعا اگه تو هیچی نداشته باشی به نظر من من خود پسندیو نمیگم ها کانفیدنس فرق میکنه جنرش تو پول نداشته باش از نظر من قیافت چیز خاصی نباشه تیپت آنچنانی نباشه ولی کانفیدنس داشته باش هفت داشته باش واسه گفتن میدونی به نظر من خیلی چیز قشنگه و میگم که گفتم 99 درصد دیتا کار نکرده به خاطر اینکه پسر که میان این دخترا شدن قشنگ من احساس میکنم یارو داره مثلا هول کرده خب من منم خب میفهمم دیگه میشینم پسر اتکلونو خالی کرده در ماشینو وا پف بود کنم به صورتم صورت من سه تا پیس میزنم یه دن تو لباس دو تا گردن آره بله میگم خب همون جوری که پسر رو چجوری میفهمم دختره الان مثلا هول کرده ما میفهمیم ما میفهمیم ببین چیه من خودم وقتی بچه بودم دخترها رو خیلی شکننده میدیدم یعنی فیلم میگم مثلا خیلی ملوسن بعد که بزرگ شدم فهمیدم ما چاقال داستانیم یعنی ما قشن شکننده ایم دخترها خیلی قوی ترن یه وقتی من دیدم خدا میبرست خانوم من بچه زایی در توش آدم اومد بیرون پشمام ریخ من بعضی موقع مثلا مدفوم گنده میشه داد میزنم گریه میکنم بعد انسان اومد بیرون نه ما خانوما کلا آدمایی هستیم که هم آسانه دردمون از مرد بالاتره هم تحملمون ما هیچ وقت خیلی قوی تنی خیلی قوی خب استثنا همیشه وجود داره ولی ما همیشه مخصوصا زنای ایرانی واقعا باید مثال زنانی باشن واقعا زنای نه من روسو رو الان قوی تر میبینم به خدا زنای روسو رو. خب من ندیدم خب که بخوام بگم ولی دارم میگم ما زنای کشورمون خدا بیامرز آسمون که ولی نه ولی میگم علاوه صبر و آستانه تحمل و همه چی واقعا زنای ایرانی خدایی بیچاره هم بهشون یاد دادن که بشورین بپزین بچه بزنین کمک کنین من دارم راجبه همه صحبت نمی کنم ولی دارم میگم واقعا آدمایی هستیم که واسه فامیلیمون همه چیمونو مامان ایرانی بهترین خودی بهترینن واقعا واقعا وقتی که نگاه میکنی بهشون سوز میکنی از همه چیشون گذاشتن مامان تو هم خیلی باحاله من قشنگ دارم مامان تو مامانش پارتی کنه باورت نمیشه از نیکی جوانتر هم میخوره بهش